رهبر جمهوری اسلامی میگه پیشرفت ما در صنعت هستی برای کشور آبرو میاره این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور در ارزهای فنی اقتصادی سلامت غیرو که آبرو میبخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر میکنه هم از این جهت دارای اهمیت هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور اون قسمت این صنعت زندگی رو برای مردم بهبود میبخشه رو بعدا توضیح میدم وزن سیاسی جهانی و بین المللی کشور یعنی چی؟ که ایشون فرمودن وزن سیاسی بین المللی اگر از ساختن موشک و پهپاد و توسعه برنامه های هستی به دست می اومد، که آبروی ایران امروز این نبود فروردین 1402 قدرتمندترین پاسپورت در جهان به ترتیب متعلق به کشورهای امارات، سوئد، آلمان، فنلاند، دوکسانبورگ، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا است که می توانند به بیش از 180 کشور بدون ویزا یا ویزای فرودگاهی سفر کنند. این این فهرست ارزشی پاسپورت کشورهای منطقه است دارین می‌بینین گذرنامه جمهوری اسلامی فقط از گذرنامه های کشورهای پاکستان، عراق و افغانستان معتبرتره این آبروی کشور در جایگاه جهانی که شما رسیدینش به اعلا درجه علیین حالا وقت داریم تا کلده رو دیوار بکوبیم برای خامنه اصل قضیه این است که میفرماید ما با پیشرفت صنعت هسته‌ای مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا و شاید خیلی از دانشمندان و اهل مطالعه میفهمند و این برای کشور آبروست. دیگه واضحتر از این نمیشه گفت که فعالیت های جمهوری اسلامی فعالیت های متعارف و تحقیقاتی مثل بقیه کشوران نیست فعالیت غیر متعارفه و مزنون به فعالیت تسلیحاتی یعنی حرفای خامنه ای با فعالان هسته ای در دانشمندان هسته ای در هفته گذشته معنیش این است که اگر به دنیا نشون بدیم که توانایی ساخت سلاح هسته ای رو داریم و به اون سمت بریم دنیا روی ما حساب میکنه تو همین سخنرانیش میگه که ما توانایی ساخت سلاح هسته ای رو داریم اصلا در تصور دیکتاتورها هرگز هیچ جا نمی گنجه که پیشرفت اقتصادی و بهبود زندگی مردم است فقط که آبروی جهانی میاره و جهان روی فلان کشور حساب میکنه نروژ، دانمارک، سوئد اینا سلاح هسته ای دارن یا اقتصادشون و رفاه مردمشون به این کشور آبرو داده قوانینشون زندگی مدنیشون خامنه ای میگه برنامه های ای جمهوری اسلامی کشور رو آینده دارم میکنه خب میبینید دستگاه مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی‌آینده نشان بدن جوونا رو معیوز کنن این دیگه مشهوده تو فضای مجازی تو تلویزیون توی ازارات سیاسی این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه یعنی روح امید را روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه توجه فرمود این اعتماد به نفس در ملت اعتماد به نفس رو بی دقدق زندگی کردن به وجود میاد صاحب اختیار خود بودن به وجود میاره خود باوری و راضی بودن از خود به وجود میاره نه همیشه احساس شکست کردن در زندگی و بی آینده بودن اعتماد به نفس و عقده ای نبودن به وجود میاره کم بود نداشتن و حسرت نخوردن به وجود میاره آخه کیه که اینو نفهمه سر نبودن جلو بچه ها به دلیل نداری از جلو چشم در همسایه و مغازدار محل یواشکی رفته آمد کردن به دلیل نسی خری و بدهکاری اونایی که تو خونه شون تلویزیون شکسته هم دارن تبلیغات تلویزیون و بچه هاش دیدن و یک بار فکر میکنی که نمیتونی خونوادت تو ببری یه مسافرت تفریحی نگرانی مدام از اخراج شدن از کار، نرسیدن خرجید به آخر ماه، تموم شدن قرارداد کارت و و و که اعتماد به نفس از همه میگیره و تو به خاطر حفظ حکومتت فشار بیشتر بر این مردم میاری و میگی اعتماد به نفس تو دارم زیاد میکنم میفرمایند این فعالیت های هسته ایشون امید به آینده رو در ملت تزریق میکند امید با آینده رو در فارغ و تحصیل دانشگاه اشتغال متناسب با تحصیلاتش تزریق میکنه اشتغال و پوشش کامل زندگی آدمبار سرپرستان خانواره که امید با آینده رو تزریق میکنه آموزش رایگان برای بچه هاست و امکانات پیشرفته تحصیلی رایگانه که امید به آینده رو در یک ملت تزریق میکنه اینا چیه تو میگی و خیال میکنی جز اونایی که دورت چیده شدن کسی حرفایی تو رو به پول سیایی میخره مردم دارن از گرستگی به قول بهمنی نماینده کارگرای هفتپه تا کمر تو سطل آشکال خم میشن تا بتونن یک که نون پیدا کنن همین هفته پیش روز جهانی مبارزه با کار کودکان بود چند صد هزار کودک کار و کارتون خواب در ایران هست که هیچ آینده اندک روشنی ندارن چی میگی از روح امید با آینده که این صنعت بدبخت کننده هستهی در ملت تزریق کرده بعدم تاخچه بالا میذارن ایشون میگن ما توانایی صنعت هستهیمون هستهی رسیده به تولید بمب اتمی اما نمیخوایم تولید کنیم چون حرامه ما رو از مبنای اسلامیمون نمیخوایم طرف سلا بریم ولی اگر این نبود و میخواستیم بریم جلوش نمیدونستن بگیرن همچنان که جلوه پیش ربطه هسته ای ما رو تا الان نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن اگر میخواستیم سلاح هسته درست کنیم میکردیم میدانند که ما دنبال سلاح هسته ای نیستیم اینو جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده که ایران دنبال تسلیحات هسته نیست همین چند ماه پیشم دو مورد تو همین چهار پنج ماه اخیر دو مورد اعتراف کردم گفتن هیچ نشانه ای از حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته ای دیده نمیشه راستم هم میگم اینجا رو راستم هم میگم آخوندو بعد من نمیدونم کجا این اواخر گفته شد که جمهوری اسلامی دنبال سلاح هسته این نیست که میگی راستم میگم پس این پرسش های آژانس ناظر سازمان ملل آژانس ملل مللی انرژی اتمی چیه که همین چند ماه اخیر که ازش صحبت میکنی باز مطرح شده چون دروغ میگی و اینا مثلا دانشمنداتن دارن اون پایین چیده شدن دارن گوش میدن حالا مردم و کاری نداریم بذارین از فکت نامه براتون بخونم انبار اتمی دو قزابات تور قزاباد. در این مکان تجهیزات باقی مانده از پروژه آماد ساخت پنج کلاهک هسته‌ای مخفی شده بود آژانس میگوید همین امروز میگوید در این مکان ایزوتوپ هایی از اورانیوم را کشف کرده که از مکان ناشناخته دیگری آمدند دو کارگاه متالورژی اورانیوم شیان لویزان در این مکان اورانیوم به صورت براده برای تولید دیوترید اورانیوم که چاشنی بمب هسته‌ای است تولید شده است این همان ماده ای است که بین سالهای 2000 تا 2003 20 سال پیش از این در سایت نظامی پارچین هم روش کار شده بود دیوترید اورانیوم یا دوترید اورانیوم از عمر طولانی برخوردار است تا تجزیه بشود و به همین دلیل نسبت به سایر منابع برای تولید نوترون ها در بمب اتمی گزینه مناسب تر است پاکستان هم برای تولید بمب هسته ایش از همین گزینه استفاده کرد یعنی همون گزینه‌ای که رو یکی از کتابای دارین می‌بینید کتابای عبدالقادر خان معروف به پدر بمب هسته ای پاکستان آمده میدانید که اولین بار در نیمه دوم دهه 60 خورشیدی 1368 دانش هسته ای دستگاه های اورانیوم و نقشه ساخت بمب هسته ای رو همین عبدالقدیر خان در اختیار جمهوری اسلامی گذاشت بازار قاچاقی هم داشت که به هر حال آمریکا فشار آورد به دولت پاکستان و خود عبدالقدیر خان بهمن 1382 در تلویزیون پاکستان به این موضوع اعتراف کرد بعد حبس خانگی شد بعدم عفو شد یک سال و نیم مرد برنامه مفصلی داشتیم فیلماش هم پخش کردیم البته نه از مردنش از قبل از مردنش باری این دو تا شد سومی کارخانه فراوری اورانیوم تهران اینا پرسش های امروز آژانس ها در این کارگاه که در جنوب ورامین قرار دارد سنگ اورانیوم به صورت گاز فلوراید اورانیوم در می آمد تا آماده غنیسازی در سانتیفیوش شود دستگاه قنیساز اورانیوم جمهوری اسلامی تا پیش از این اسناد وجود هر گونه چون این تأسیساتی را تکذیب میکرد تا لو رفت آجانس میگوید در این سایت یعنی در کارخانه فراوری, اورانیوم تهران آجانس میگوید در این سایت که همکتون به صورت دامداری در آمده ذرات اورانیوم کش شده است و چهار سایت تست انفجار مریبان در آباده فارس در شمال شهر آباده در استان فارس انفجار چاشنی نوترونی انجام شده و شواهد این انفجار و آثار آن همچنان در محیط وجود دارد جمهوری اسلامی میگوید ابهامات مطرح شده درباره این چهار مکان مربوط به پیش از سال 1394 و توافق برجام است و طرح آنها در مذاکرات جدید موضوعیت ندارد. طرف مقابل میگوید اسناد تازه‌ای که در سال 1397 و بعد از توافق برجام به دست آمده ابهامات تازه ای را به وجود آورده که ابعاد آن پیشتر برای جامعه جهانی شناخته شده نبود اسناد آرشی و ای افزون بر آشکار کردن مکان که پیش از این شناخته شده نبود تجهیزات و امکاناتی را آشکار می کند که احتمال نزدیک شدن جمهوری اسلامی به تست گرم بمب اتم را تقویت می اون بعد گرم آنچه آن انجام شده در سایت مریوان در آباده فارس تست سرد به اصطلاح چاشنی انفجاری بمب اتمه که این دیگه ثابت شده است و اسنادش هست اینا رو این چارت هایی که خدمتتون عرض کردم میگن موضوع ها و پرسش های پادمانی جمهوری اسلامی میگه با ما مذاکره بکنین یا ما با شما مذاکره میکنیم ولی مشروط به اینکه به پادمان ها کاری نداشته باشیم جدی میگم رئیسی هفتم شهریور 1401 گفت وقتی حرف از مذاکره است باید تمامی موضوعات پادمانی حل و فصل شود بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا ندارد پادمان چیه البته باید حل و بشه ولی نبشه به اینا که میگن ببندین درش پادمان چیه؟ در لغت یعنی سیفگارد در واقع به انگلیسی و یعنی حفاظت و حراست از چی؟ از MPT از پیمان منع گسترش تسلیحات هستی در بند یک ماده سه پیمان منع گسترش سلاح هستی آمده است کشورهای فاقد سلاح هستی بر اساس پیمان عدم گسترش سلاحهای هسته یا MPT متعهد شده اند که در ارتباط با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، تدابیر پادمان ها را بپذیرند که نشان دهنده تایید پایبندی آن کشور به تعهدات خود در قبال این پیمان یعنی پیمان منع گسترش سلاحهای هسته با هدف پرهیز از تبدیل کردن مصارف صلحآمیز انرژی هستهای به استفاده های تسلیحاتی یا ابزارهای انفجاری هستهای است هیچ کشوری حق ندارد منابع یا ابزارهای گداخت هستهای تهیه کند یا برای تهیه این مواد فعالیت کند جمهوری اسلامی طبق موضوع های پادمانی که خدمتتون عرض کردم مورد اتهام نقض تعهد به معاهده منع گسترش سلاح های است و این موضوع که داره الان حالا ازش هم که سوال میکنن میگه اگه میخواین توافق بکنین میتونیم توافق بکنیم این موضوع رو بذاریم کنار اینا موضوع است که به سرعت میتونه پرونده اصلی جمهوری از اسلامی رو ببره شورای امنیت سازمان ملل و دیگه فقط آمریکا است که بخواد بگه من همه هم روی میزه شورای امنیت تصمیم میگیره حالا ویتو هم اگر بشود دیگه من نمیدونم پنج به اضافه یک چه کار خواهد کرد اما بسیار خطرناکه این شرایط هر چند که حتی اگر جنگ اوکراین تجاوز روسیه به اوکراین و درگیر شدن اوکراین و کل اروپا و در واقع بخشی از سرمایه آمریکا هم درگیر این جنگ هست و داره سو استفاده میکنه جمهوری اسلامی از این شرایط و یکی از دلایل کمک کردنش به روسیه در این جنگ قطعا به همین دلیل است که بذاریم ما کارمونو بکنیم شما بجنگیم با این وجود خب به هر حال نهایتا نخواهم گذاشت که این قافله از جمهوری اسلامی به سرانجامی که میخواد برسه فقط فقط خواهم گفت فقط انرژی و سرمایه ملی ایران رو پول مردم رو داری اینجوری می در کارگاهاش در موشکاش و در سانتریفیوژاش این همه کار و سرمایه‌ای که صرف تأمین جاه طلبی خامنه ای و حکومتش میشه بدیهی است که از یک طرف ایران رو در مقابل دنیا قرار میده وقتی پایبند نباشی به تعهدات جهانی و مدام به دروغ بگی پایبندی ولی هی عدم پایبندی لو بره هم با دنیا باید در بیفتی هم این همه سرمایه و انرژی و استعداد انسان که باید صرف زندگی و رفاه مردم میشه اینجوری صرف جاه طلبه یا تو میشه و باز نمیفهمم چجوری میگی کشور پیشرفت کرده در دوره رژیم پهلوی این سالهای آخر که دیگه حالا با شوروی هم ارتباطات نسبتاً بهتری پیدا کرده بودند از آمریکا گندم میخردن سیلوشو و میساختن یعنی قادر به ساختن سیلو نبودن حالا صد و اوتوبان و اینا به جای خود محفوظ یعنی اینجوری بود بعد خب ما منطق قرب اون روز این بود که ایرانی نمیتواند قادر نیست ایرانی عرضه نداره که بسازه حالا اون نگاه رو مقایسه کنید با واقعیتی که امروز وجود داره با این کاری که جوانای ما در همین زمینه انرژی هستی که شما وارد هستید و مطلع هستید انجام داده زمین های دیگه هم هست در زمین های دیگه هم همینجور پیشرفت انجام گرفته خیلی وقاحت میخواد که وضع کشور و مردم رو در قبل و بعد از انقلاب مقایسه کنی بگی اون موقع مردم بدبخت بودن الان بعضشون خوبه کشور پیشرفت صورت گرفته پیشرفت کشور موشک ساختن برای تهدید جهان پهپاد ساختن برای کشتن مردم اوکراین با دنیا در افتادن برای تهدید هسته ای نیست پیشرفت یک کشور در اقتصاد و آزادی و رفاه مردم اون کشوره کشورهای پیشرفته وقتی میگین کدوم کشورها رو میگین کره شمالی و پاکستان رو که به شما تکنولوژی ساخت بمب اتمی و موشک دادن رو میگین یا آمریکا و اغلب کشورهای اروپا رو میگین شمال اروپا اسکاندیناوی سوئد و نروژ و دانمارک که همیشه در ردبندی پیشرفته ترین کشورها هستند به خاطر قدرت نظامی متعارفی است که دارند یا به خاطر رفاه و آزادی مردمشونه. پیشرفت کشور یعنی چی؟ قبل از انقلاب کشور کبیر بود بعد از انقلاب آباد شد بیام تو زندگی مردم شبیه چند تا برند مهم قبل از انقلاب و که با زندگی و رفاه مردم ارتباط مستقیم داشت و نشانه پیشرفت کشور بود صنعت کشور بود و همه محصولاتشون صادراتی هم بود صادر می شود. شما تونستین بسازین؟ یکی از این برند رو اصلا نسازین تونستین اونایی رو که بودن توسعه بدین توسعه هم پیشکش حفظشون کنین اقلا چند تا رو میگم شرکت داروگر از همین اواخر که اینا بسته شدن در سال 1307 این شرکت به عنوان یک شرکت سهامی عام در شرکت اصفهان پیریزی شد و با تولید صابون سوبلمه اولین محصول شرکت خط تولید داروگر به حرکت درآمد داروگر گذار تولید صنعتی صابون و همچنین پودر لباسشویی در ایران است و در ادامه تولید سایر مواد شوینده و بهداشتی و غذایی هم به محصولات این شرکت اضافه شد با این حال بدهی 800 میلیارد تومانی شرکت تولیدی داروگر به بانک و انباشت مشکلات مالی تا یه دو دهه و سبقت گرفتن رقم بدهی از مجموع دارایی های شرکت عامل تعطیلی داروگر شد از مجموع 2500 کارگر شاغل در داروگرد در پایان تنها 450 نفر مشغول به کار بودند. تولیپرس، یکی از بزرگترین شرکت تولید کننده مواد شوینده و پاک کننده در ایران که در سال 1343 تأسیس شد با ظرفیت سالانه 75 هزار تن انواع پودر لباسشویی برندهایی چون پودر لباسشویی دریا و تک پودر ماشین لباسشویی شما مایه ظرفشوی جام و آبشار در زنجیره تولید این شرکت قرار داشت کارخانه تولی پرس در 28 مهر 1397 تعطیل شد برند کفش ملی بزرگترین صادرکننده کننده کفش به اتحاد شوروی در قبل از انقلاب در سالهای ابتدایی انقلاب تا اواخر دهه هفتاد به دلیل حمایت دولتی که از شرکت صورت می گرفت. و همچنین بسته بودن مرزها و بیرقیب بودن کفش ملی در بازار به فعالیت خود ادامه داد اما از ابتدای دهه 80 خورشیدی همزمان با باز شدن مرزها و حضور رقبای خارجی در بازار حمایت دولت از این شرکت هم کمرنگ شد تا به یکباره تولید این شرکت در سراشیبی سقوط قرار گرفت کارخانه آزمایش در سال 1337 به عنوان تولید کننده محصولات گرمایشی و سرمایشی فعالیت خود را آغاز کرد و محصولات آن به واسطه تولید وسایل گرمایشی و سرمایشی و به دلیل ایرانی بودن و تولید داخل کشور با استقبال زیادی همراه بود اما در سال 1388 به دلیل بدهی های فراوان شرکت در ابتدا تعداد کارکنان کاهش قابل توجهی داشت از 1400 نفر به 160 نفر رسید و به حالت نیمه تعطیل درآمد و در حال حاضر هم خبری از محصولات این شرکت در بازار نیست کارخانه تولید لوازم خانگی ارج در سال 1316 فعالیت خود را آغاز کرد و پس از حدود 80 سال فعالیت به علت سوء مدیریت و نبود برنامه‌ریزی مناسب برای تداوم تولید در سال 95 تعطیل شد زمانی که شرکت ارج لوازم خانگی تولید و برندسازی میکرد بسیاری از شرکت‌های پیشرفته امروزی حتی در آن زمان تأسیس هم نشده بودند کار بیک فقط بیک مثل بیک می نویسد و آدم آدامس خروس نشان که از مشهورترین برندهای ایرانی بودن هر و هم هم هر دو هم صادراتی هر دو به خاطر بی حکومت بعد از انقلاب تعطیل شدن این عکسی که دیدین کارخانه خروس نشان بود که بعد از تعطیل شدن شد محل تشکیل کلاس های دانشگاه سوره جایگاه صنعت ایران امروز در مقایسه با کشورهای منطقه کجاست جهان پیشکش از در همین منطقه صنعت ایران امروز کجا ایستاده این ارزیابی مال سال 96 هست. یعنی اوج رونق برجامی جمهوری اسلامی که رسانه های خودشون میگن جمهوری اسلامی 100 میلیارد دلار از آمریکا پول گرفته بود این ارزیابی از منظر منطقه‌ای هم حال جهانی که میگن پیشکش علارغم اینکه صنعت مدرن بسیار زودتر از بسیاری از کشورهای منطقه به ایران آمده اما جایگاه ایران در میان 22 کشور دهم ده است یعنی زیر میانگین است بر اساس این رتبه بندی کشورهای اسرائیل، ترکیه، عربستان، امارات و بحرین جایگاه اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند کویت و قطر و عمان کشورهای بعدی کشورهایی هم که از ایران عقب‌ترند سوریه و افغانستان و تاجیکستان و پیشرفتی که رهبر معظم انقلاب هست امام خامنه این میفرمایند کجاست تو موشک خیبر و فتاهه که هر کدوم دست دو میلیون دلار هزینه ساختشونه فقط برای یک بار مصرف و انهدام یا تو فعالیت های ای ایست که مردم هیچ وقت ازش سودی نبردن جز اینکه که هزینه های گذافش لهشون کرده باشه شما که هیچ فقط بودجه ای که این چند دهه برای برنامه های اصلیتون هزینه کردین هیچی نمیگین هیچی ولی یه چیز روشنه اگر حتی بخشی از این بودجه صرف مدارس و دانشگاه ها و تحقیقات و علوم غیر نظامی و اشتغال و صنایع تولیدی میشد 82 مدالدار المپیادی از مجموع 86 مدالدار المپیادی از ایران نمیرفتن. مهاجرت نمی کرد. اینا اینا نشانه است دبیر انجمن استعدادهای برتر ایران گفت در این سالها مهاجرت زیاد داشتیم. ایم بچه هایی که مدال میگیرند به واسطه جاذبه خارج از کشور نه بلکه به خاطر کم توجهی های موجود در کشور به فکر مهاجرت می افتن. 86 مدالدار المپیادی داشتیم که از آن میان 82 تا 83 نفرشان مهاجرت کردند اینا که اصلا نه به آبروی کشور مربوطه نه به امیدآفرینی در دل جوانان نه به پیشرفت کشور اینا به این چیزا مربوط نیست آقا میفرماید حالا هم که باز کفگیر رو حکومت به تعدیک خورده دنبال نوعی توافق برای تلکه کردن از غربه میخواد هم خدا رو داشته باشه هم خورمه رو هم میگه توافق میکنیم هم میگه به زیر ساختای هسته ما مثل دفعه پیش نباید کاری داشته باشینا زیر های موجود سنتی هستی دست نخوره الان در طول این سالها مدیران و مسئولان و فعالان این صنعت کارهای مهمی انجام دادن زیر ساخت های مهمی رو ایجاد کردن ممکنه در زمین زمینه بخوای بخوایی توافقهایی بکنید عیب نداره توافق کنید اما زیرساخت ها دست نخوره یعنی چی به زیر ساخت های ما نباید کاری داشته باشین زیر ساخت دست نخوره یعنی همه چی دست نخورده بمونه تا شما دوباره ده ها و صدها میلیارد دلار بگیرین مثلا در جریان این نشست و برخواست ها و توافق های حالا یا غیر مقطعی هر چیزی بعدم به بهانه شروع کنین به ادامه همین فعالیت هایی که امروز موضوع مذاکره قرب با شماست همین امروز آمریکا میگه ما هیچ توافق موقت و دائم چیزی اصلا موضوعیت نداره که بخوایم الان با جمهوری اسلامی بکنیم احیای برجام هم در کار نیست خبرگزاری رویترز گزارشش مبنی بر این است که دیدارهایی در عمان بین بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی و بعضی از مسئولان آمریکا انجام گرفته و میگیرد اساسا بر سر تبادل زندانیان در واقع آزاد کردن گروگان های آمریکایی در زندان های ایران یا دو تا تاوی... که هستند و آزاد کردن بخشی از پول های بلوکه شده برای جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی کیسه گشادی برای سوء استفاده از فعالیت های هسته دوخته یه مثال کوچیک بزنم چند ماهی است که تنش صدایی جمهوری اسلامی با عربستان شروع شده دیگه با عراق هم چکوچونه زدن سر بدهی 18 میلیارد دلاری که عراق به ایران داره بابت گاز و برق بعد همزمان با این تنش صدایی ها و چکوچونه ها مذاکرات عرض کردم بعضی مقامات آمریکایی با بعضی مسئولان جمهوری اسلامی جریان داره حاصل مقدمتا شده است غیر از مبادله سفیر و زندانی و غیره با عربستان و اینها با عربستان مبادله سفیر و اینها و با غرب مبادله زندانی غیر از اینها شده پرداختن دو میلیارد و هفتصد و میلیون دلار از کل 18 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران نزدیک 3 میلیارد دلار دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید عراقی ها توانستند برای پرداخت نزدیک به 3 میلیارد دلار از بدهی خود به ما را مجوز افک بگیرند افک دفتر کنترل سرمایه های خارجی است در آمریکا که مدیریت اداره و اجرای تحریم های اقتصادی رو به عهده داره یک منبع وزارت خارجه عراق به خبرگزاری رویترز گفته است این پول از طریق بانک تجاری عراق منتقل می شود و تأکید شده که از آن باید فقط برای هزینه زائران ایرانی و مواد غذایی صادراتی به ایران استفاده شود زائران ایرانی به کجا به عربستان منظور ایران بعد از سالها انتظار بدون اینکه دخالتی در نحوه بازپرداخت بدهی‌های های موقعه عراق داشته باشد مجبور شده به راهکار هماهنگ عراقی ها و امریکایی ها تن بدهد من این دارم از رویداد 24 میخونم خدمتتون و رسانه‌ای در ایران نوشته و منتشر میشه و البته کارش در بسیاری از حوزه درخشان ایران بعد از سالها انتظار بدون اینکه دخالتی در نحوه بازپرداخت بدهی های عراق داشته باشد مجبور شده به راهکار هماهنگ عراقی ها و امریکایی ها تن بدهد این راهکار هم در واقع نتیجه بهبود روابط ایران عربستان بوده است کانالی که توجه کانالی که برای بازپرداخت بدهی های ارزی ایران در عراق به سمت عربستان سعودی باز شده در نتیجه از سرگیری روابط تهران ریاض بعد از هفت سال تیرگی روابط بوده است با این حال سود عربستان را چه از لحاظ معنوی به عنوان میانجی دیپلماتیک بازپرداخت بدهی های عراق به ایران و چه از لحاظ مادی به عنوان میانجی عینی واریز بدهی ها به حسابهایی در عربستان نباید نادیده گرفت یعنی بدهی پرداختی عراق به ایران اسمش میره عربستان